همکارم تاجدین سروش که خبرهای مربوط به کرونا رو دنبال میکنه اینجا در استودیو با من همراه هست تا بیشتر بدونیم. تاج بگو که اوضاع کرونا و اوضاع شیوع این ویروس که میگن سوی دلتا هم هست در بریتانیا چه شکلی؟ و پویا وقت آمار رو میبینیم به صورت خطرناک و به صورت بی‌سابقه‌ای داره افزایش میافه و مثلا در یک هفته شمار کسانی که در شمار بیماران کرونایی 34% افزایش یافته، شمار مرگ و ناشی از بیماری کرونا 57% افزایش یافته و شمار کسانی هم که بستری شدن در بیمارستان ها 43% افزایش یافته. وقتی این آمار رو میبینی، این آمار نسبت به یک هفته قبلی بیمارانی وضعیت است که بریتانیا داشته، که این در یک افزایش دو چند نشان میده در بریتانیا و اکثری از این گفته میتونیم بالای 90% از این متعلق است به گونه دلتا که ابتدا در هند شناسایی شد و بریتانیا داره با او مبارزه میکنه. و با وجود این مسائل هم ما قرار است که تا دو روز دیگه، تا روز دوشنبه، تمام محدودیت های قرنطینه در بریتانیا برداشته شود و این برداشتن محدودیت ها با نگرانی های زیاد مواجه شده، ولی کماکان دولت مصمم است که این محدودیت ها را برداره، به دلیل از اینکه میگه خب تا چه وقت ما مثلا محدودیت داشته باشیم، واکسیناسیون درست پیش رفته و ما تا چه زمانی را باید این محدودیت ها را ادامه بدیم. ولی نگرانی های شهروندان و نگرانی های مردم کماکان پا برجاست و میگن که تا زمانی که ما مثلا مسئولیت جدی در برابر ویروس نداشته باشیم، خطر جدی و پابرجاست. خب تاجدین، وضعیت واکسیناسیون چطوری پیش میره؟ گفته میشه که تا 70% واکسن دریافت کرده. خب وضعیت واکسیناسیون با توجه به آمار را وقتی نگاه میکنیم این مقدار متفاوت است. حالا فعلا ما 53% کسان نفوس جمعیت کل بریتانیا دوز دوم یا هر دو دوز واکسن را دریافت کردند، که تقریبا 30 میلیون نفر میشه. و با توجه به این، وقتی یک دوز نیم جمعیت یک کشور دوز اول یا همیش دریافت نکردند، از این معلوم میشه که در برابر ویروس و در برابر گونه هایی که جدیدن کشف شده و یا هم شیوع پیدا کرده، مسئولیت کامل ندارن. از این لحاظ برداشتن قرنطینه هم یا واکسینه کردن نیم جمعیت هم مسئولیت جمعی ایجاد نمیکنه. از این رو وقتی ما میبینیم که کسانی هم که در بیمارستان بستری شدن، کسانی هستن که یا یک دوز واکسن دریافت کردن و یا هم دریافت نکردن. کسانی که دو دوز واکسن دریافت کردن، که شمارشان اندک است، اونا کمتر بستری شدن و هرچند شمار کسانی که جانشان رو در کرونا حالا فعلا از دست میده بسیار آمار کم است، به دلیل از اینکه تاثیرگذاری واکسن پابرجا بوده. خب معنیش اینه که واکسن تاثیرگذار در کم کردن آثار بیماری، در کم کردن مرگ و میری ناشی از کرونا. ممنونم از تو تاجدین سروش که در این گفتگو اینجا با من همراه بودیم.